هستیم، نظر خشار عزیز هستم که روی خط بیاد و کوتاه گفتگوی با خشار عزیز داشته باشم و بعدم سیامک. و در مورد قبل از که به این گفتگو بپردازم، دوست داشتم در مورد خالد هردانی صحبت کنم. خالد هردانی که همیشه در برنامه‌های من از او یاد می‌کنم و چرا که همیشه چهارشنبه‌ها صبح با صدای او از خواب بیدار میشم و از زندان رجای شهر، و عکسی که میبینید عکس خالد هردانی است از زندان رجای شهر. گزارشی که خالد هردانی در این روز به من دادن در این بود که بعد از مدت‌ها به علت بیماری کلیه و کلیه که ایشون داشتن، بالاخره سه روز پیش ایشون رو بردن به بیمارستان حضرت رسول و در اونجا دکترها اعلام کردن که ایشون عفونت خیلی بد روده و کلیه داره و باید حتما درمان بشه و دکتر، حتی دکتر صداقت که دکتر خود بیمارستان هستش، دکتر خود زندان هستش، گفته بودن که البته این گزارش رو ببخشید، گزارش که بیمارستان حضرت رسول داده بودن رو میخوان بیار دادن به دکتر صداقت که ایشون دکتر خود زندان هستن، تا ببینن که چه کار میتونن براشون انجام بدن. و در مورد دیگری صحبت کردن آقای علی سارمی که ایشون رو دوباره دادگاه خواستند و به علت ارتباطاتی که در 19 خرداد با رسانه‌های خارجی داشته بازجویی کردن و مقداری اذیت کردن ایشون رو. و همینطور در مورد سوالی که در مورد آقای ارژنگ داوودی کردم، آقای ارژنگ داوودی که ایشون رو هم من همیشه صحبت کردم، همیشه از ایشون صحبت کردم، یک زندانی سیاسی هستن که سالیان سال در زندان هستند و من با خانمشون چندین بار براتون گفتم که صحبت کردم، آخرین باری که با ایشون صحبت کردم صحبت دادگاهشون بود که هنوز میرفتن و برای چندمین بار به دادگاه رفتن و گفته بودن که هنوز ما یه روز گفتن مرخصیه، یه روز گفتن که قاضی مرخصیه، یه روز گفتن پرونده ها بسیار زیاده ما نمیتونیم بررسی کنیم. خلاصه که هنوز دوباره دادگاه بررسی نکرده و رفتن ولی حکم رو هنوز صادر نکردن. در اصل چندین ساله که ایشون در زندان هستن و مشکلات رو هم دارن. البته چندین و چند روز هستش که ارژنگ داوودی دست به اعتصاب قضا زده. البته ناگفته نماند که به گفته چند وبسایت ها و خبررسانی های اینترنتی شنیدم که ایشون در کما هستن. در تصدیق این خبر که ایشون آیا در کما هستن خبری ندارم. متاسفانه با همسر ایشون نتونستم تماس بگیرم که این خبر رو به من دقیقاً بدن. امیدوارم که این شایعه‌ای بیش نباشه، ولی اون چه که مسلمه، همینطور که از خالد هردانی عزیز سوال کردم، ایشون در اعتصاب قضا هستن به علت اینکه بسیار تلفن هاشون رو محدود کردن و من چند بار با آقای ارژنگ داوودی صحبت کردم و این شانس رو داشتم با آقای اوسانلو هم گفتگوی کوتاهی داشته باشم، ولی و با الان خیلی وقته که ایشون حتی نتونستن به من هم یه زنگ بزنن و البته با خانوادش که جای خودش رو داره. اگر رضا جان ببین این خط اگر خشایار هستش، من خشایار رو بگیرم و به بقیه برنامه بپردازم. و اون بعد صحبت از همینطور زندان کردم و دوست داشتم که بله ادامه میدم صحبت های آقای خالد هردانی رو که در مورد دیگری که باشون صحبت میکردم و یه دفعه دیدم سکوتی، گفتم که چند وقته در زندانی؟ گفت اتفاقا یک سوالی بود که یکی از این پاسدارا و زندانبانان از من سوال کرد که جوانی فکر کنم 20 سالش بوده، از 20-21 خیلی جوان بوده، ازش سوال کرده که چند سال زندان هستی؟ و این خالد هردانی وقتی که از ایشون سوال کرده برگشته گفته که تو چند سالته؟ گفته من 21 اینطور سالمه. گفته وقتی که تو دبستان میرفتی من زندان بودم. و خالد هردانی 23 آبان که برسه 10 ساله که زندان هستش. و خیلی یه دفعه صحبت از 10 سالش کرد و گفتش که تولد من 30 مرداد بود
من خجالت کشیدم به شما بگم و من اعتراض کردم که چرا به من نگفتی. گفت من اتفاقا در همون موقع 30 مرداد من کلیم خیلی درد گرفت و به بهداری زندان منتقل شدم و بعد که از بهداری آمدم دیدم که تمام زندانیان در بند، اونا که در بند با ایشون بودن، تولدی برام گرفتن و در آغاز با سرود ای ایران و یار دبستانی تولد اون رو تبریک گفتن و هر کی هم یک هدیه کوچکی درست کرده بوده گویا بهش داده بوده و تولد 40 سال تولدش رو در زندان بوده. واقعا که متاسفانه من نمیدونستم، وگرنه مینیموم کاری که من میتونستم بکنم حداقل در این روز یادش، هرچند که یادش همیشه میکنم، یاد تمام زندانیان سیاسی که شاید من اسمش رو نمیدونم، امکان نداریم که بدونیم و شاید گمنام در زندان ها هستن، که مطمئن هستم که خیلی هستن، ولی خالد هردانی عزیز که تولد 40 سالش رو در زندان میگیره برای بعد از 10 سال در زندان بودن و خیلی بله خیلی هستن که من بگذاریم. امیدوارم که تمام زندانیان سیاسی ما آزاد بشن، چه اونایی که در بند اصلاح طلب ها در رجای شهر هستن که امکاناتشون یه مقدار بهتره از ایدهی هستن که در بند خالد هردانی و دیگر بندهای دیگر هستن، در شاید به امید آزادی ایران. در همین جا گفتگوی خودم رو آغاز میکنم با سیامک عزیز. کدوم خطن؟ دو تا میزنه. الو. الو سلام. به درود بر سیامک عزیز، یار جنبش ما هستیم. سیامک جان سلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم پهلوان و کلیه بینندگان عزیز برنامه. من قبل صحبتمو شروع کنم فقط صدای من رو داری؟ بله صدا تو دارم خشو. سیامک جان. سیامک هستم. بله سیامک جان. بله گفتم سیامک میراتی. بگو عزیزم بگو. سیامک جان یه صحبتی من بکنم. سیامک جان در زم مرسی از اینکه گل بردی برای خشایار. بله متاسفانه قطع شد. نفهمید تشکر من رو، ولی به علت اینکه ببینید بچه های جنبش اینقدر با همو در کنار هم هستن. خشایار یک بیماری داشت و خیلی چندین و چند روز در بیمارستان بود، در بیمارستان بود و در اونجا نمیتونستن گلی ببرن و من از سیامک عزیز خواهش کرده بودم که از طرف من وقتی که به منزل و خشایار رفتن یک گلی هم از طرف من ببرن و بنویسن که قدرشون رو ما میدونیم و سیامک عزیزم این کار کرده بودن و با خشایار که صحبت میکردم خیلی خوشحال و اینکه تشکر از اینکه من یادشون بودم و این گل رو براشون سیامک عزیز برده بود. در شاید جنبش ما هستیم یعنی همین، یعنی اینکه ما همه در کنار همیم در هر شرایط در هر موقعیت. اگه توان داشته باشیم باید بیشتر از این باشیم، مطمئنا باید بیشتر به هم برسیم و کمک کنیم، ولی حرکت در توان و محدوده خودشه. وقتی که من با بچه های جنبش حرف میزنم، این شانس رو داشتم با یکی دیگر از یاران آقای خشایار که اینجا بودن صحبت داشته باشم. جنبش ما هستیم یعنی این، جنبش ما هستیم با هم بودن و اینطور مثل زنجیروار در کنار هم و با هم بودن رو میرسونه در هر شرایط و مکانی که باشیم. ما در برنامه های پارسال این مسئله رو دیدیم که بچه های جنبش چقدر فعالیت کردن و اینقدر به ما خبر رسانی و فیلم رسانی و عکس بر ما فرستادن که حد و حساب نداشت. ما همینطور در حال رسیدن به عکس ها و فیلم ها بودیم که در همه لحظات به ما یاری می رسوندن و فیلم ها رو بر ما می فرستادن و زحمت بسیاری در اون ایام کردن. صحبت از اون ایام رو کردم، ایام تلخیست ولی
در همین جا هم داشتم فیلمی رو نگاه میکردم که شاید براتون بیارم. شاید وقتی که به عقب برمیگردیم بیشتر احساس میکنیم که به اون چیزی که اعتقاد داریم باید وایسیم، با محکمیت، با استقامت باید وایساد. بچه ها رو که میبینید در خالد هردانی در زندان رجای شهر، بچه های دیگر در زندان ابین و بچه های جنبش که این چنین وایسادن. و این دقیقا چیزی بود که من اینو یاد گرفتم. من خیلی مسائل آدم میگه باید یاد بگیره، روز به روز باید تجربه بگیره، روز به روز باید چیز بیاموزه، ولی وقتی که در اون ایامی که همه سر این شلوغ بود که آقا نه، حالا پرچمو یه خورده این ورتر بذار، یه خورده اون ورتر بذار، و دیدم که آقای همایون این چنین وای میسه، یه موقع من خودم گفتم بابا خب حالا که خود کمترش بکنیم، این مردم من قد اعتراض نکنن. گفت نه، باید اعتقاد داشته بی اون چی که اعتقاد داری در هر شرایطی، نه باید کوتاه بیای. داشتم صحبت نمی کردم که داشتم من رو خواهد